ادامه تظاهرات در شهرهای کردستان علیه اعدام زندانیان سیاسی، تظاهرات مردم سقز در میدان اصلی این شهر، یورش نیروهای ضد شورش به تظاهر کنندگان، آویزان کردن آدمک‌های اعدام شده در سطح شهر سقز، حرکتی سمبولیک در اعتراض به جنایات رژیم آخوندی، گلباران مزار شیرکو معارفی زندانی سیاسی اعدام شده در بانه، فراخوان به یک روز عزای عمومی در کردستان برای تجلیل از زندانیان سیاسی اعدام شده، تظاهرات مردم در مقابل کنسولگری رژیم آخوندی در اربیل کردستان عراق علیه زندانیان سیاسی کرد در ایران، اعتصاب قضای مادر زانیار مرادی زندانی سیاسی محکوم به اعدام، اعتصاب عمومی در نوسود در اعتراض به قتل یک جوان توسط پاسداران جنایت پیشه، گوشمالی دادن مأمور انتظامی توسط مردم در کنک تهران، اعتراض مردم دسفول علیه مأموران سرکوبگر انتظامی، تشکیل زنجیره انسانی در جیروف در اعتراض به آلودگی هوا و اعدام جنایتکارانه 3 زندانی در بندرعباس و سنندج. تظاهرات و اعتراضات گسترده در شهرهای کردستان علیه اعدام زندانیان سیاسی اعدام شده ادامه دارد. روز جمعه 17 آبان مردم سقز بار دیگر تظاهرات کردند و اعدام زندانیان سیاسی کرد توسط رژیم ضد بشری آخوندی را محکوم کردند. این تظاهرات در میدان اصلی سقز به نام هلو برگزار شد. نیروهای ضد شورش وحشیانه به تظاهر کنندگان یورش بردند. به رغم تهدیدهای ماموران اطلاعاتی و امنیتی، عصر روز پنجشنبه 16 آبان جمعیت کثیری از مردم به خصوص زنان و دختران جوان بر سر مزار شرکو معارفی زندانی سیاسی اعدام شده در قبرستان سلیمان بک شهر بانه تجمع کردند و مزار او را گلباران کردند. رژیم ضد بشری آخوندی زندانی سیاسی کرد شرکو معارفی را روز دوشنبه 13 آبان در زندان سقز در استان کردستان به دار آویخت. مردم شهر سقز در استان کردستان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی توسط سازی به طور سمبولیک در سطح شهر آدمک‌های اعدام شده را آویزان کردند. بنا به گزارش‌های منتشر شده، نیروهای سپاه پاسداران در وحشت از گسترش اعتراضات در سنندج مستقر شدند. این اقدام در پی تظاهرات مردم مریوان در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد صورت می‌گیرد. مردم مریوان روز سه‌شنبه 14 آبان با برگزاری تظاهراتی اعدام زندانیان سیاسی کرد را محکوم کردند. مدافعان حقوق بشر کرد روز 23 آبان ماه جاری را به عنوان روز عزای عمومی در کردستان ایران اعلام کردند. آنها از همه مردم خواستند از این فراخوان حمایت کنند و با خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده کرد در کردستان ابراز همدردی کنند و بر سر مزار آنان حاضر شوند. رژیم ضد بشری آخوندی طی روزهای اخیر 3 زندانی سیاسی کرد، حبیب الله گلپریپور، شرکو معارفی و رضا اسماعیلی را به دار آویخته است. آمنه قادری، مادر زندانی سیاسی زانیار مرادی که به اعدام محکوم شده است، در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد به همراه چندین معترض دیگر از روز سه‌شنبه 14 آبان ماه در مقابل دفتر پارلمان کردستان عراق در شهر سلیمانیه دست به اعتصاب قضا زده است. قرار است این اعتصاب قضا تا 3 روز ادامه یابد. وی به رسانه‌ها گفته است نگذارید دیگر هیچ مادری داغدار شود. رژیم آخوندی وریا تاسه، دانشجوی دانشگاه پیام نور مریوان و دانا لنجابادی را به اتهام شرکت در تظاهرات مردم مریوان علیه اعدام زندانیان سیاسی کرد دستگیر کرده است. وریا تاسه ابتدا در اداره اطلاعات مریوان زندانی بود و سپس به زندان این شهر منتقل گردید. هنوز از وضعیت دانا لنجابادی خبری در دست نیست. جمعی از مردم و روشنفکران و خبرنگاران در شهر اربیل کردستان عراق بار دیگر در مقابل کنسولگری رژیم آخوندی تظاهرات کردند و اعدام زندانیان سیاسی کرد توسط این رژیم جنایت پیشه را محکوم کردند. تظاهر کنندگان خشمگین به سوی کنسولگری رژیم سنگ پرتاب کردند.
آنان پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود نه به اعدام جوانان کرد. رژیم ضد بشری آخوندی اخیراً سه زندانی کرد، حبیب الله گلپریپور، شیرکو معارفی و رضا اسماعیلی را اعدام کرد. مردم شهرستان نوسود روز جمعه در اعتراض به کشته شدن یک جوان بیگناه توسط پاسداران جنایتکار دست به اعتصاب زدند. کلیه فرهنگیان، کارمندان و کارگران نوسودی در این اعتصاب شرکت کردند. جوانی که به قتل رسید احسان پیام نام داشت و 20 ساله بود. پاسداران رژیم آخوندی در وحشت از خشم مردم پاسگاه را تخلیه کرده و متواری شدند. از روز جمعه پاسگاه خالی است. بنا به خبرهای تکمیلی، فرهنگیان و کارمندان و دیگر اقشار شهرستان نوسود در اعتراض به کشته شدن جوان نوسودی به تظاهراتی در روز یکشنبه در میدان اصلی شهر فراخوان دادند. بنا به گزارش‌های دریافتی، مردم پونک تهران روز 14 آبان در اعتراض به دستگیری یک زن و همسرش با ماموران گشت نیروی انتظامی درگیر شدند و آنان را گوشمالی دادند. جمعی از جوانان دسفول در اعتراض به توقیف موتورهای موتورسواران این شهر توسط ماموران سرکوبگر انتظامی و اخاذی از صاحبان آنها تجمع کردند. مردم حاشیه شهر جیرفت در اعتراض به آلودگی هوا و افزایش بیش از حد سموم مختلف در گلخانه‌های جنوب کرمان زنجیره انسانی تشکیل دادند. آنها خواستار جابجایی این مجتمع‌های گلخانه‌ای برای حفظ سلامت مردم شدند.